میگه اگر غم را چه آتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه. و چقدر تصویر عجیبیه، اگر غم را چه آتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه. یعنی بنمایه معنای این هست که چقدر غم و غصه زیاده. و یه جهان فکری هم پشت این بیت هست، یه جهان بله دینی دقیقا. فکری هم هست دقیقا. ضمن این که دود صرفا با تصویری که در ذهن ما تداعی میکنه به خاطر اون تاریکی و سیاهیش در واقع یک بنمایه قومی و ملی داره، چون ایرانیان با تاریکی کلن تضاد جاودانه داشتن، اهریمنی میدونستن تاریکی در برابر روشنی که اهورایی محسوب میشد، و حالا غم نتیجهش تاریکی تصور شده مثل دود. دود در برابر آتش که شعله داره و روشنه. حالا اگر غم را چه آتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سراسر گر بگردی خردمندی نیابی شادمانه. درد دل شاعرانش اینه که تو تمام دنیا بگردی یک آدم خردمند رو نمیبینی که شاد باشه، و تاریخ رو مرور میکنیم به واقعیت‌های امروز خودمون یه مقدار نظر میندازیم میبینیم که این انگار درد تاریخی بشری. ما اگر در فرهنگ تاریخی خودمون نگاه کنیم این مضمون مضمونی که هر شاعر یا هر متکلم اندیشمندی به زبان که آمده این مفهوم رو بیان کرده، این که آدم هایی که بیشتر میفهمن رنج بیشتری میبرن، آدم های خردمند شاد نیستن هیچ وقت، یکی به اصل خرد و اندیشه مربوطه که آدم های خردمند مکس میکنن روی جهان به راحتی بابت مناسبات مقطعی شادمانی نمی کنن چون میدونن گذراست، ولی از طرف دیگر میخواد بگه جهانی که اطراف خردمندان رو گرفته جهان مطلوب نیست. یعنی عموما خردمندان نیستن که جهان رو به دست دارن، جهانی اطراف اونها خردمندان رو به دست میگیره که چندان خرد محور نیست. اینکه حافظ میگه که فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس، تو به جرم اینکه اهل فضل هستی به مرادت نمیرسی، اصلا فکرش هم نکن. کلیم کاشانی یک بیتی داره، شاعر خوب دوره سبک هندی، از شاعران اولیه سبک هندی، هنوز پیچیدگی های سبک هندی توی کلامش نیومده، میگه که قانون گردباد بود روزگار را، جز خار و خس زمانه به بالا نمیبرد. گردباد که میزنه اشیاء سنگین رو تکون نمیده، ولی کاغذی خاری چیزی رو با خودش میبره بالا. روزگار مثل گردباده، آدم های ناچیز رو میبره بالا. در یه شعر دیگه هم همین ماجرا رو میگه، میگه دانش و خواسته است نرگس و گل، خواسته به معنی مراد آرزو، دانش و خواسته است نرگس و گل، یعنی علم و دانش و مراد و کامیابی مثل گل نرگس و گل سرخ. گل هر وقت به تنهایی میاد یعنی گل سرخ، که به یک جای نشکفند به هم، اینا هیچ وقت یه جا با هم شکفته نمیشه. دانش و خواسته هم هیچ وقت با هم نیستند، هر که را دانش است خواسته نیست، وان که را خواسته است دانش کم. خب این واقعیتی که در شعر قبلی هم بود توی شازده کوچولو اگزوپری میگه وقتی که یکی میاد میگه که یه خونه ای خریدم که خیلی خوبه، اولین سوالی که میکنم میگم چند خریدی؟ چند متره؟ آره. هیچ که ازت نمیپرسه که چقدر گل توشه، چه جوریه اتاقش که دوست داری، چقدر نور به خونه میرسه، چه نمیدونم گیاهایی هست، چه شکل و شمایلی خونه داره. اگه بگی مثلا قیمتش اینقدر میلیون تومنه، میلیارد تومنه، اگه محبه باید خونه خوبی باشه، مترشون اینه دیگه. ولی اگه بگی نورش خیلی خوبه، منظرش خیلی خوبه، چشم انداز قشنگی داره، چند تا درخته، میگن نه ما نفهمیم این خونه خوبه یا نه.